ما برنامه امروز ما امروز درباره مسئله بسیار مهمی میخواهیم صحبت کنیم. این مسئله آنقدر مهم است که در واقع میتوان گفت که مهمترین مسئله‌ای که امروز در فرهنگ و در علوم انسانی ایران با آن مواجه هستیم مربوط به این مسئله امروز میشود. همون گونه که گفتم، ما نیاز به یک گفتمان ملی داریم. ما سال هاست که از وجود یک گفتمان مدون ملی که دارای تضاد نباشد و از نظر فلسفی و دستگاه فلسفی بی تضاد باشد در حد امکان بی بهره. من با توجه به وقت اندکی که داریم، یک گذشته ای از کسانی که سعی کردند چنین گفتمان و دیسکورس و چنان کانسپتی رو به وجود بیاورند رو نام میبرم، از گذشته هایی که کسانی که تلاش کردند، و سپس شما رو با مکتب جدیدی برای نخستین بار آشنا میکنم که اون در واقع نتیجه مستقیم کار و تحقیقات خود من میباشد. نخستین کسانی که درباره هویت ملی ایران اندیشیدند، این مردان بزرگ در پایان دوران قاجار پدید آمدند و اینها همان مردانی بودند که دوره شکوهمند پهلوی را پدید آوردند و دستان راست رضا شاه بزرگ شدند، کسانی مانند روانشاد فروغی و دیگر افرادی که در این زمینه ها کتاب نوشتند. حتی نخست وزیران دوران قاجار مانند روانشاد مشیردوله پیرنیا که برای نخستین بار کتابی با نام کتاب ایران باستان رو نوشت. بنابراین ما با این حرکت ها و خیزش ها آشنا می شویم. در سالهای 1304 تا 5 کم کم یک مکتبی از مکتب ایرانگرایی شکل میگیرد که نامش رو در واقع خودشون نام ایرانویچی رو بر روی خود گذاشته بودند. ایرانویچ سرزمین نخستین ایرانیان که نزدیک مرو و بلخ و خارزم در خارزم بوده است، آن در واقع سرزمینی است که در اوستا به آن ایریا و ایجه گفته می شود. در این سرزمین نخستین بار ایرانی ها پدید آمدند، اما مکتب ایرانویچی مکتبی است که یا به آن گونه ای که در اوستا آمده است ایریا و ایجه، مکتبی است که در واقع ذبیح بهروز بنیان گذاشت. ذبیح بهروز یک ریاضیدان ایرانی بود، اما از همکاران ادوارد براون، از خاورشناسان اروپایی بود و تضادهایی که در کارهای خاورشناسان وجود داشت، توجه اون رو که مغزی ریاضی داشت، در واقع مغزی منطقی و تحلیلگر داشت، اون رو متوجه این تضادها کرد. مکتب ایرانویچی شاگردانی داشت مانند دکتر محمد مقدم، مانند دکتر صادق کیا، مانند دکتر محمودی بختیاری و دیگران. در این مکتب نکات بسیار مهمی ویژه شده بود، از جمله آن که توجه بسیار به ایران باستان و در دورانهای پیشا تاریخی، یعنی دورانهایی که پیش از تاریخ بوده است، توجه بسیار به سرمنشأ خط که ایشون خودش کتاب به اسم دبیره و خط و فرهنگ رو نوشت و در واقع آن مکتب که بر لزوم تغییر خط در ایران تاکید میکرد، که مسئله ایست بسیار مهم و درست، و همچنین مکتب ایران بیش توجه بسیاری به تقویم و تاریخ در ایران داشت و گاه شماری ایرانی رو که تا امروز از دقیق ترین گاه شماریان جهان هست رو در واقع استاد بهروز بهش توجه ویژه‌ای داشت و کارهای ایشون رو یکی دیگر از ریاضیدانان ایرانی به اسم احمد بیرش در کتاب گاه شماری 5000 ساله ادامه داد. این مکتب
مکتبی بود که کار فرهنگی انجام میداد و بر پایه این مکتب مکتبی سیاسی شکل نگرفت. توجه ویژه این مکتب به دوران اشکانیان داشت، به عنوان دوره ایدئال تاریخ ایران. اما مکتب دیگری که وجود داشت و بر پایه اون احزاب سیاسی هم تشکیل شدن، حزب پانیرانیسم است. حزب اندیشه پانیرانیستی نخستین بار به وسیله روانشاد محمود افشار یزدی بنیانگذاری شد. محمود افشار در واقع نخستین بار ایده پانیرانیستی رو به صورت تئوریک مطرح کرد و بعدها بر اساس اون چندین حزب شروع به فعالیت کردن، از جمله خود حزب پانیرانیسم و حزب ملت ایران و دیگر احزاب. در مکتب محمود افشار در واقع ایران یک کشور به شدت متمرکز تصور می شد و دوره ایدئال آن دوره ساسانیان بود. در مکتب محمود افشار ایران یک تمدن نبود و در واقع یک کشور تلقی می شد. بنابراین توجه ویژه‌ای به تاجیکان، به افغانان و به کردان خارج از ایران نمی شد، جز آن که ایدئال آنها این بود که به اینها رو جزء کشور ایران بدانند. دیدگاه تمدنی که در پایان قرن بیستم به وسیله ساموئل هانتینگتون مطرح شد و در محاسبات استراتژیک بسیار مهم است، در اون موقع اصلا وجود نداشت و روانشاد محمود افشار نیز از این دیدگاه بی بهره بود. بر پایه مکتب پانیرانیستی مکتب‌های دیگری هم وجود آمده است و در واقع یکی از این مکتب‌هایی که امروزه برخی نیز به آن می‌پردازند، در واقع مکتبی است که ما که به آن مکتب ایران شهری می‌گویند. مکتب ایران شهری در واقع همان مکتب پانیرانیستی ایرانی با اندکی تغییر است و در واقع تفاوت زیادی با افکار و اندیشه‌های روانشاد محمود افشار ندارد. نوع جدید آن، نوع نوین آن است. این مکتب به وسیله چند در واقع افراد مختلفی در واقع بنیانگذاری شدند. من از اونجایی که نمیدونم دقیقا این اسم ها، چون این مکتب جدید هست، این اسم ها حقیقی است یا نه، اشاره‌ای به آن نمی کنم، ولی اسمهایی که بوده است و امیدوارم که اسمهای حقیقی باشد، عرضم به حضور شما که می بینم که شخصی با نام آقای کیخسرو گرگین در واقع یکی از کسانی است که این اندیشه رو می توان گفت که سازماندهی کردند. امیدوارم که اشتباه نکرده باشم و این اسم ایشون باشه. درباره مکتب دیگر، آن مکتبی است که در واقع نوین است و به شما امروز معرفی خواهد شد، هرچند که کارهای اون در واقع از قبل انجام شده است. این مکتب، مکتب نام آن را من دبستان فکری یا مکتب ایران زمینی خواهم گذاشت و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با دو مکتب پیشین برای شما در امروز خواهم گفت. من از اونجایی که وقت ما نداریم، در واقع متاسفانه وقت خیلی کم هست، من سعی میکنم در 4-5 دقیقه شباهت ها و تفاوت های مکتب ایران زمینی رو با مکتب پانیرانیستی یا مکتب در واقع ایران شهری اون رو بیان بکنم. در مکتب ایران زمینی و ایران شهری شباهت ها بسیار زیادند، هم پوشانی ها بسیار زیادند. دیدگاه ایران شهری دیدگاهی محدودتر و دیدگاه ایران زمینی دیدگاه تمدنی دارد. دیدگاه ایران شهری دیدگاه کشوری در آن در اولویت قرار دارد، در دیدگاه ایران زمینی دیدگاه تمدنی در اولویت قرار دارد. اما شباهت ها بسیار زیاد است. توجه به هویت ایرانی، توجه به ملیت ایرانی، توجه به تاریخ ایران، منافع ایرانیان، توجه به فلسفه و جهانبینی ایرانی و همچنین و باززایی و نوزایی تمدن ایرانی به شکل اصیل خودش از مشخصات مشترک این دو تمدن است.
شباهت ها بسیار زیادند، اما تفاوت هایی نیز وجود دارند که باید به اونها به صورت تیتروار و بسیار سریع اشاره کنم. قبل از اون من به شما بگم که شکافتن این دو تئوری و مخصوصا مکتب ایران زمینی رو من در واقع در کتاب خودم که نامش ایران سالاری یا مکتب ایران زمینه است که در دست چاپ است به صورت مفصل شرح دادم. در اینجا فقط به برخی شباهت ها و تفاوت ها اشاره می کنم. در مکتب ایران زمینی اساس تقویم، تقویم مهری 7000 ساله است. در مکتب ایران شهری تقویم، اساس تقویم و گاه شماری زرتشتی 3755 ساله است. در مکتب ایران زمینی حکومت ایدئال ایران باستان و تاریخ ایدئال باستان دوران اشکانی است. در مکتب ایران شهری حکومت ایدئال در واقع ایران باستان حکومتی است زرتشتی، حکومت ساسانیان است و حکومت در واقع که نو زرتشتی بوده است، یعنی در واقع این حکومت اشکانی در ایران زمینی در مرکز توجه قرار دارد و حکومت ساسانی در مکتب ایران شهری. در مکتب ایران زمینی توجه به فرهنگ مهری یا میترائیزم در اولویت قرار دارد و در فرهنگ و در مکتب ایران شهری توجه به فرهنگ زرتشتی یا بهتر بگوییم نو زرتشتی، برای اینکه آن فرهنگ کمی با فرهنگ زرتشتی گاهانی تفاوت دارد. در فرهنگ ایران زمینی ما حالت اکتیو داریم و حالت کمک رسان و در واقع رساننده کمک به تمدن‌ها، به ملت‌های دربند و مردمان ایرانی داریم، مانند کمک به تاجیکان، کمک به افغانان، به پشتونان، تاجیکان، کمک به کردان و مردمانی که مشکل دارند، کمک به بلوچان. در این فرهنگ، در واقع در فرهنگ ایران زمینی حالت در واقع اکتیو و فعالی وجود دارد برای کمک به مردمان همریشه. در فرهنگ ایران شهری بی تفاوتی وجود دارد و در آن تنها تمرکز روی خود کشور ایران است. در تمدن ایران زمینی ما دید استراتژیک داریم، مناطق حائل داریم، بافر زون داریم و منافع ایران رو در به وجود آمدن کشورهای کوچک اطراف ایران می‌دانیم. در دید ایران شهری چون بسیار دید محافظه‌کارانه ای دارد و خواهان هیچ گونه تغییری در اطراف ایران نیست. و همچنین ما بخواهیم اگر به این در واقع اینها نگاه بکنیم می توانیم باز هم به کاراکترهای بیشتری در واقع اشاره بکنیم. در مکتب ایران زمینی ما به عدم تمرکز باور داریم اما با فدرالیسم مخالفیم. در فرهنگ ایران شهری اعتقاد به تمرکز است و البته مانند ما آنها نیز با فدرالیسم مخالفند. در فرهنگ ایران زمینی همان گونه که روانشاد داروش همایون میگفتند اعتقاد به حکومت‌های محلی هست و مجلس‌های محلی که آقای داریوش همایون و حزب مشروطه هم اون رو برای نخستین بار بیان کردند که با این رو از اونها در واقع وام گرفتیم. در دید ایران شهری در واقع یک نوع حکومت متمرکز وجود دارد و اعتقاد بر تمرکز شدید است. در دید ایران زمینی توجه هم به مردم است و هم به اشراف و اریستوکرات ها، یعنی هم باید مجلس در واقع مردمی باشد و هم مجلس سنا. در دید ایران شهری توجه ویژه به اشراف و اریستوکرات ها هست و اینکه آنچه که مهم است این است که این دو مکتب در ایران هر دو بر قدرت بودند و کم و بیش میتوان گفت که در واقع این دو مکتب در مکتب ایران زمینی در دوران اشکانی تا حدی تجلی یافته است و
مکتب ایران شهری در دوران ساسانی تجلی یافته است و نتیجه این دو مکتب رو هم ما در تاریخ این رو هم باید بهش اشاره کنیم که اشکانیان یا مکتب ایران زمینی حکومت رو به یک حکومت ایرانی دیگر تحویل دادند، اما ساسانیان حکومت رو و نه تنها حکومت رو و تمدن ایران رو به اعراب تحویل دادن. این یک فکت و یک حقیقت است. با تمام احترامی که برای ساسانیان ما قائل هستیم و همه احترامی که به اونها داریم، اما از نظر فلسفی و تئوریک باید به این مسائل توجه بشود. حالا چرا این تفاوت ها وجود دارد؟ این مسئله است که در بخش دیگر گفتگوها ما به آن میپردازیم، در شاید در برنامه های آینده. من از دوستان خواهش میکنم که چند دقیقه از فیلم آیین رازآمیز مهر که از ساخته از مجموعه فیلم های مستند میراث جاویدان ایران باستان هست رو لطفا نشون بدن تا در بخش دوم به جنبه های دیگری از فرهنگ و تمدن ایرانی بپردازیم. ایرانیان باستان بر آن باور بودند که در شب چله یا همان بلندترین شب سال که به زبان سوریانی یلدا به معنای زایش و در زبان‌های اروپایی نوئل از ریشه واژه ناتالیس در لاتین و باز به همان معنای زایش بود، صخره‌ای بزرگ از سوی نور خورشید آبستن می‌گردد و مهر از دل کوهی زاده می‌شود. او کلاهی بر سر و مشعلی در دست دارد. مهر با برگ درختان انجیر خود را می پوشاند و از میوه های آن خورده و تنومند می گردد. او هم نمادی از حلول و پدیدایی بق خورشید در تن آدمی بر روی زمین و هم فرستاده و پیامبری از سوی او نمایان می شده است. او را در بیشتر نگاره ها با حاله ای از نور به گرد سرش نشان می دادند که گویای این وابستگی میان مهر و خورشید بود، آیینی که در دینهای دیگر پس از او ناآگاهانه تکرار شد. او پس از فرود بر روی زمین از سوی خورشید پیامی را دریافت می کند که به وسیله کلاغ به او بازگو می شود. مهر گاوی را گرفته و با خود به غار می برد. او گاو را زمین زده و بر پشتش می نشیند و با خنجر کتف گاو را می برد و آن را قربانی می کند. چنان که گفتیم، سگ به نشانی پاسداری و مار به نشانی زندگی برای لیسیدن خون گاو می آیند و کژدم نیز بیضه گاو را نیش می زند تا نطفه‌اش را به سمی اهریمنی آلوده سازد. اما نطفه گاو در کره درخشان ماه ریخته و در آن پاک می گردد. سپس آن نطفه به شکل جانوران سودمند بر روی زمین گسترده می شود. از زخم گاو سه خوشه گندم و یک نهال تاک می روید. مهر خون گاو را بر روی زمین ریخته و از آن نوروز و رستاخیز پدید می آید. سپس او سوار بر اسب تاخته به سمت صخره‌ای تیر پرتاب کرده و از آن آب زندگانی می جوشد. او همچنین جانوران گوناگون را شکار می کند و این گونه است که مهر نبرز یا میترای شکست ناپذیر نام می گیرد. مهر در واپسین روز زندگی زمینی خود به همراه خورشید میهمانی بزرگی فراهم می‌سازند که در آن پیروانش نیز دیده می‌شوند. در این شب پایانی گوشت، خون گاو، نان و شراب خورده می‌شود. پس از میهمانی مهر سوار بر عرابه مینوئی خورشید شده و به آسمان‌ها پرواز می‌کند. پیروان مهر بر این باورند که در پایان گیتی آتشی بزرگ تمام جهان را در بر می‌گیرد و تنها آنان که به مهر وفادار بودند از آن آتش آسوده خواهند بود. بازخوانی داستان‌های مهری که
که پیشتر از آنها آگاه شدیم، گروهی از دانشمندان مهرپژوه ایرانی که پیشرو آنها را استاد زنده یاد ذبیح بهروز و شادروان دکتر محمد مقدم دانستند، به بازگشایی یک چهره فراموش شده تاریخی و گمشده در پشت یک سونگری های سخت اندیشان تاریخ واداشته است. آنان با بررسی گفتارهای فراموش شده و کنار هم نهادن گوشه های تاریک و بیپاسخی از تاریخ ایران باستان چنین دریافتند که صده ها پس از کمرنگی کیش مهری که پیش از زرتشت در ایران زمین روایی داشته است، بار دیگر به هنگام اشکانیان یک چهره تاریخی با نام مهر سوشیانس برای رهانندگی و زندگی دوباره آیین فراموش شده مهریان پدیدار می گردد. رشد و گسترش شتابان آن دین در گیتی با پدیدایی پیامبر تاریخی مهر به ویژه در خواستگاه خود ایران و سپس در اروپا، چنان فرمانروایان مسیحی اروپایی و پادشاهان زرتشتی ساسانی و موبدان سختندیش ساسانی را دچار هراس ساخته بود که با نیرویی هرچه بیشتر به پیگرد، سرکوب و پادفره یا مجازات پیروان آن دین و برچیدن هر گونه نشان و نمادی از آن دین و پیامبر آن پرداختند و هر جا که نتوانستند نمادها و آیین‌ها و ارزش‌های آن دین را نابود کنند، آنها را با نام‌های دیگر وارد دین‌های خود کردند. بسیارند دانشمندانی که شخصیت عیسی مسیح تاریخی را باور ندارند و آن را برابر مسیحی شده پیامبر مهر می دانند. چنین است آیین‌های دیگر مسیحی که یک به یک تقلیدی از آیین‌های مهری اند که شرح آن در این مستند سپستر می آید. امیدوارم که از در واقع دیدن این چند دقیقه از این فیلم لذت برده باشید و فیلمی از آیین رازآمیز مهر بخش یکم بود که امیدوارم که دیدنش رو شما در واقع فرصت داشته باشید که آن رو ببینید. به هر حال این فیلم فیلمی است بسیار آموزنده درباره یکی از مهمترین دین‌های ایران باستان که مورد بی مهری در واقع قرار گرفته است و یک فیلم دینی رازآمیز است که شناخته شده نیست. دو مجموعه از این فیلم رو، دو قسمت رو ما ساختیم و حدود سه قسمت دیگه هم در دست ساخت است. در بخش نخست برنامه ما درباره مکتب‌های ایرانگرایی صحبت کردیم، درباره تاریخچه اونها از مکتب ایرانویچی شروع کردیم و استاد ذبیح بهروز از فلسفه پانیرانیسم و روانشاد محمود افشار یزدی و همچنین به مکتب‌های ایران شهری و مکتب ایران زمینی نیز اشاره کردیم. دو مکتب نخست که بسیار قدیمی هستند و برای همه شناخته شده هستند، اما دو مکتب جدید، اینها مکتب‌های نوینی هستند که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با دو فرهنگ، دو مکتب قدیمی دارند اما کاملاً با هم یکسان نیستند. من به شباهت مکتب ایران شهری و مکتب پانیرانیستی اشاره کردم و به شباهت در واقع مکتب ایران زمینی که مکتب نوینی هست به وسیله خود بنده بنیانگذاری شده است رو با مکتب ایران ویچی به اون باید کمی اشاره بکنم. من شباهت های این دو مکتب، یعنی مکتب ایران زمینی بر پایه مکتب ایران ویچی است و هر دو شباهت‌های فراوانی در اون دارند. از تأکیدهای اون من به صورت بسیار خلاصه، البته اینا بعدها در مقالات و کتاب کاملا خواهد آمد، اما از شباهت‌های اون با مکتب ایرانویچی شادروان ذبیح بهروز باید گفت که توجه ویژه به دوران اشکانیان
هست و همچنین توجه ویژه به تغییر خط در ایران هست، توجه ویژه به زنده شدن هویت ملی ایرانی هست، رسم‌ها، رسوم‌ها و آداب ایرانی هست، توجه ویژه به پالایش زبان پارسی دری که ما صحبت میکنیم هست و همچنین توجه ویژه به منافع نه تنها ملت ایران که منافع کشورهای ایرانی تبار مانند تاجیکستان، افغانستان و همچنین کشورهای ایرانی بخشی از ایران که اکنون در اشغالند بر اساس این مکتب مانند کردستان در عراق، سوریه و ترکیه در واقع به منافع اونها نیز پرداخته می شود. تنها مکتبی که وجود دارد، تنها مسئله‌ای که وجود دارد و امکان دارد چالش برانگیز باشد آن است مردمی که از نظر تعریف علمی، مردمی که بخشی از اونها در داخل ایران هستند و بخشی از اونها در خارج از ایران کشوری به نام اونها ثبت هست، اینها از نظر تعریف چگونه خواهند بود. این بسیار ساده است، همون گونه که شما میبینید ما در واقع یک مردمان پارس رو داریم که این مردمان پارس در حال حاضر سه کشور دارند، یعنی مردمان پارس در درون ایران جزوی از ملت ایران هستند، مردمان پارس در پارسبان در کشور افغانستان جزوی از ملت افغانستان هستند و مردمان پارسی زبان در کشور تاجیکستان جزوی از ملت تاجیکستان هستند. بنابراین ما هیچ گونه در واقع تضاد و تضاد تئوریک فلسفی در این نداریم. همان گونه هم برای دیگر تیره های ایرانی این مسئله صدق می کند. مثلا در آذربایجان مردم آذربایجان در درون ایران بخشی از ملت واحد ایران هستند، اما همین مردم در خارج از ایران بخشی از ملت آذربایجان هستند. همینطور هم برای کردان در درون ایران بخشی از ملت واحد ایران هستند و بخش جدایی ناپذیری از ایران هست، اما در خارج از ایران میتواند ملتی باشد برای خودش و کشوری داشته باشد. اینها لزوماً از نظر تئوریک و فلسفی در تضاد با یکدیگر نیستند. این همین الان وجود دارد و همین الان ما نه تنها در خاورمیانه، در هند، در ایران و در کشورهای حتی عربی این چیزها رو میبینیم، که در اروپا هم همین هست. برای مثال فرانسه زبانان در بلژیک بخشی از اونها بخشی از ملت بلژیک هستند، بخشی دیگه جزوی از ملت فرانسه هستند و بنابراین اینها لزوماً با همدیگر تضادی ندارد. این مسائلی است که باید به اون توجه بشود. اما در آنچه که ما میخواستیم امروز صحبت بکنیم فقط ایران گرایی و تئوری های ایرانی نبود، ما میخواستیم درباره علم و هنر در ایران باستانی صحبت بکنیم و در واقع این بار ما برنامه رو صحبتی میخواییم بکنیم درباره ستاره شناسی، ستاره بینی و گاه شماری در ایران باستان. این بحث است بسیار در واقع طولانی و ما این رو بعید میدونم که امروز ما بتونیم این رو تموم بکنیم. بنابراین بخشایی از اون رو من فقط با توجه به وقتی که داریم اون رو من یک اشاره های سریع میکنم. ستاره شناسی، ستاره بینی و گاه شماری در ایران باستان بسیار پیشرفته بوده است، تا جایی که در واقع ستاره شناسی مفهوم استرولوژی هست، ستاره بینی به مفهوم استرونومی هست و گاه شماری در ایران باستان در واقع همون کلندر منظورم هست. تا جایی که این دانش ها به اندازه در ایران و همچنین ریاضیات پیشرفته بودند که تا به امروز دقیق ترین تقویم جهان تقویم خورشیدی ایران هست. شما در هیچ کشوری، دوستانی که در خارج زندگی میکنند، دوستانی که در خارج از ایرانند، دوستانی که در کشورهای دیگه هستند میدونند، شما در هیچ کشوری سال نوی ندارید که دقیقه و ثانیه تحویلش مشخص باشه. تنها تقویم و گاه شماری ایرانی است که چنین ویژگی رو داره. اینها نشان دهنده از محاسبات دقیق ریاضی است که خیام بر پایه رصد زرتشت در رصدخانه نیمروز انجام داده است و در واقع رصد بر پایه سال زرتشتی که ما الان سال 3755 هستیم، این تقویم قوی ترین تقویمی است و دقیق ترین تقویمی است که تا به حال وجود داشته است و از تقویم میلادی نیز قوی تر است و هیچ ملتی تا به امروز چنین
تقویم دقیقی رو ندارد و این از شگفتی های روزگاران است و اوج هنر محاسبات ستاره شناسی و ریاضیات در ایران باستان رو میرساند. رصدهای زرتشت در رصدخانه نیمروز رو در واقع خیلی جالب است که اونها رو استاد ظبی بهروز و همچنین احمد بیرشک، استاد احمد بیرشک که هر دو از ریاضیدانان بودن روی اونها کار کردن. کتاب گاه شماری 3000 ساله که بعد یک چاپش هم فکر کنم با نام گاه شماری 5000 ساله است بر اساس رصد زرتشت است که منتشر شده است و این رو من به دوستان توصیه میکنم، اون کسانی که در ریاضی و ستاره شناسی علاقه دارند این رو ببینند. اما شگفتی های ستاره شناسی و ستاره بینی در ایران باستان تنها به در واقع رصد زرتشت در 1736 پیش از میلاد مربوط نمی شود که در متون سغدی هم همچنین در طوفان مصر اینها محاسباتش برخی به دست آمده. ما در کتاب‌های پهلوی اولا کتاب‌هایی که در زبان ایران زبان‌های ایران باستان بوده است نام هفت سیاره که آن موقع هفت ستارگان می‌گفتند رو ما اونها رو کاملا داشتیم و اون هفت ستاره منظومه شمسی بجز نپتون و پلوتون بوده است، اون آخریناش که اینها مدتی نیست که کشف شدن، بقیه آنها همه در متون اوستایی و پهلوی شناخته شده بودند. ما در واقع در متون باستانی ایران اشاره هایی شده است دقیقا به سیاره های تیر، زمین، کیوان، هرمز، ناهید، ماه و خورشید، اینها تمام شناخته شده بوده است و همه سیاره ها مانند تیر و زمین و کیوان و هرمز و ناهید و غیره قابل شناخت بوده است. علاوه بر این در بشقاب برنزی که در لرستان و از اقوام کاسپی پیدا شده است نقش پیکره های کیهانی یا صورت های فلکی در اونها که در هزاره نخست پیش از میلاد یا 3000 سال پیش در بد ورود در واقع همون موقعی که آریایی ها به غرب ایران وارد شده بودند، یه قسمتشون کاسپی ها و یعنی گروه های دیگه هیتی ها که از قبل در اونجا بودند، در بد ورود کاسپی ها ما این در واقع پیکره ها یا صورت های فلکی در یک بشقاب برنزی به دست آمده است. همچنین ناوبری ها و راهیابی در ایران باستان برای کشتی ها و ناوگان دریای هخامنشیان بر پایه ناوبری بر پایه ستارگان آسمانی به ویژه ستاره قطبی بوده است و همچنین در واقع ما در دورانهای پسین ما در واقع در دوران اشکانی کتیبه هایی درباره ستاره شناسی به دست آمده است. در کتاب های ساسانی همچنین در کتاب بندهش و همچنین در کتاب زادسپرم و همچنین در واقع بخشایی از کتاب شکن گمانیک ویچار در واقع ما میبینیم که اشاره به زایچه شده است یا زیگها، زایچه ها طالع تاجگذاری هر پادشاه رو محاسبه میکردند. طالع سال نو که در واقع آمدن خورشید به برج بره بوده است رو اینها همه محاسباتش انجام میشده است. ما همچنین زیج شهریاران رو داشتیم یا زیگ که زیج معرب زیگ هست، زیج شهریاران رو داشتیم در ستاره شناسی در سال 246 میلادی، در واقع این زیگ در کنگدش در زیج هزارات در واقع نوشته شده است. همچنین ما کلمه ای داریم که اصطلاحی است در واقع اصطلاحی است ایرانی که به آن نصف النهار میگویم. نصف النهار در واقع ترجمه است از نیمروز، نیمروز سیستان. نیم نصف است و نهار روز است و مانند دیگر علوم ایران باستان که همه ترجمه به عربی شده و بعدها گمان کردن اینها دانش اسلامی بوده است، این در واقع نیمروز نیز ترجمه شده است و نیمروز رصدخانه‌ای در سیستان بوده است که هنگامی که خورشید در وسط آسمان در نیمروز بوده است، در کنگدش نیمروز بوده است، تمام جهان باستان آن روز از چین و ژاپن گرفته تا در واقع غرب اروپا و اسپانیا و اندلس روز بوده است و برای همین منبع که امروز نصف نهار مبدع که الان گرینویچ است در قدیم نیمروز سیستان در کنگدش بوده است و برای همین است که نام نصف نهار تا کنون باقی مانده است. همچنین
موبدان ایرانی در ایران باستان همه موبدان ستاره شناسی بودند. ستاره هایی که در اوستا از آنها نام برده شده است، شگفتی ستاره شناسان نوین رو در واقع در بر داشته است. ما به ستاره تیشتر در اوستا اشاره شده است که همون ستاره سیریوس است که امروزه به آن سیریوس میگویند. به ستاره ستویس در اوستا اشاره شده است که ستاره ادباران است. ستاره وننت در اوستا اشاره شده است که همان وگاست یا هیپتو ایرنگا به زبان اوستایی یا هفت اورنگ یا خرس بزرگ. در واقع اوستا به این در واقع مجموعه ستارگان و این ستاره ها اشاره کرده است. همچنین هفت سیاره که قبلا به از اونها نام بردیم. درباره گاه شماری و دقت اون نیز سخن بسیار گفتیم و در زمان در واقع هخامنشیان و چه در زمان اشکانیان و چه ساسانیان زیچ ها و گاه شماری ایرانی جزو دقیق ترین زیچ ها بوده است و تا به امروز محاسبات اون به عنوان دقیق ترین در واقع تقویم جهان موجود می باشد. وقت دیگر ما نداریم و وقت ما تمام شده است. در واقع روزهای دیگر سعی می کنیم که بیشتر در این باره صحبت بکنیم و در برنامه های آینده بیشتر به این مسئله بپردازیم. و در پایان چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیم من در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین. بدرود.